دکتر مجیب رحمان رحیمی سخنگوی رئیس جایه را با خود داریم. آقای دکتر خوش آمدید. چرا حضور آقای عبدالله در نشست مهم بود؟ همونطوری که شما در گزارش اشاره کردین، افغانستان از به ناظری سازمان هست و سازمان با توجه به حضور کشورهای قدرتمند منطقه، روسیه، چین و اعضای دائمیش در آسیای مرکزی و همچنان کشورهای منطقه که در تلاش هستن عضویت دائم به دست بیارن مثل هند و پاکستان و ایران، یک نفوذ و تاثیر فوق العاده مهمی در ثبات، در وضع امنیتی و همچنان در بحث توسعه اقتصادی در منطقه داره. افغانستان از آغازین روزها علاقمندی بوده که باید به عضویت سازمان در بیه، با توجه به حضور افغانستان در قلب منطقه و تأثیرات وضعیت امنیتی، سیاسی و نظامی افغانستان بر صلح و ثبات منطقه و همچنان بر رشد اقتصادی. این تلاش ها نتایج خوبی داشت. افغانستان به حیث عضو ناظر پذیرفته شده. طبیعتا افغانستان همیشه در جلسه سران شرکت میکنه و در جلسه رؤسای حکومت هم افغانستان همیشه حضور داشته. جلسه قبلی هم در رئیس اجرایه شرکت کرده بودن، در جلسه این بار هم که در چین برگزار میشه رئیس اجرایه حضور دارن و قضایای داغ افغانستان که طبیعتاً به عنوان یک بحث جدی در سطح منطقه هم هست، بحث تروریسم، بحث افرادگرایی، بحث جدایی طلبی، بحث قاچاق مواد مخدر و همچنان مشکلات امنیتی که ما با او روبروستیم از قضایایی است که در این نشست مطرح میشه. به او اساس حضور افغانستان و حضور شخص رئیس اجرایه مهم بود. در پهلوی شرکت در کنفرانس عمومی و سخنرانی به نمایندگی از افغانستان و مطرح کردن دیدگاه حکومت، رئیس اجرایه در این جریان سفر نشست های دو جانبه با صدر اعظمایی که از کشورهای مختلف آمدن، تا هنوز با صدر اعظم روسیه ملاقات صورت گرفته، صدر اعظم چین، صدر اعظم قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان با اینا ملاقات صورت میگیره و همچنان رؤسای هیات های دیگه هم که اونجا حضور دارن از کشورهای ناظر و عضو، با اونا هم ملاقات های دو جانبه صورت خواهد گرفت و دیدگاه ها و خواستهای افغانستان در این نشست ها مطرح خواهد شد. امروز تصاویر را دیدم که رئیس اجرایه با دیمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه هم دیدار داشتن. میشه بگویند که پیام اصلی یا بحث اصلی گفتگو با روسا در مورد چی است؟ به ویژه در اواخر چنان شما میدانند از شمال افغانستان نگرانی خیلی زیاد دارن روسا. بله، امروز ملاقات بین رئیس جایه و نخست وزیر روسیه در چین در حاشیه کنفرانس صورت گرفت. همونطوری که شما اشاره کردین، روسیه که از همسایه های قدیمی افغانستان بوده، در تحولات و قضایای افغانستان دخیل بوده، با توجه به نقشی که روسیه در آسیای میانه داره و با توجه به تهدیدهای امنیتی که از این ناحیه میبینه، تحولات اخیر در افغانستان برای روسا همیشه مایه نگرانی بوده و از نزدیک وضعیت را دنبال کردن. تحولاتی که در شمال افغانستان به وقوع پیوست، سقوط کندوز، رشد جریان داعش و انتقال تروریست هایی که بیشتر از آسیای میانه و چین هستن از پاکستان و مناطق شمال افغانستان، اینا باعث نگرانی های جدی شده بود و طبیعتا با حکومت افغانستان تماس های برقرار شد. بحث برگشت نیروهای روسیه به مرز افغانستان و آسیای میانه مطرح شد. اینها از قضایایی هست که طبیعتا موجب نگرانی روس هاست. همچنان کاهش حضور ناتو در افغانستان، به او اساس به افغانستان اهمیت جدی قائل شدن و این موضوعات در این نشست مطرح شد. طبیعتا شما توجه دارین که تحولات در سطح بین المللی هم در حال شکل گیری است. قطبندی های ائتلاف های از اون منظر هم قضیه افغانستان برای روس ها مورد اهمیت است. اما دیدگاه افغانستان است که روس ها و دیگه کشورها در افغانستان به عوض رقابت باید همکاری مشترک داشته باشند تا ما بتانیم در راستای اهداف عمده سازمان همکاری های شانگهای که مبارزه با افراطیت و تروریسم و جدایی طلبی و قاچاق مواد مخدر است مشترکاً کار بکنیم و همچنان کشورهایی که هنوز هم به عنوان حامی تروریسم تلقی میشن، تروریست ها در خاکشان پناهگاه دارن، فعالیت میکنن، اونا زیر فشار قرار بگیرن تا ای که بستر مناسب برای صلح و امنیت در افغانستان و در منطقه فراهم شد. اگرچه پیش از وقت خود بود که در مورد چگونگی دید شانگهای در مورد افغانستان بفهمیم، اما زمانی که جغرافیا را در واقع نگاه بکنیم میبینیم که کشورهای مختلف نگرانیشان از ناحیه افغانستان در اواخر بیشتر شده. فضا چی را نشان میده؟ یعنی شانگهای با چه دیدی به افغانستان نگاه میکنه و چی میخواد افغانستان بکنه؟
در سازمان شانگهای به عنوان دید تحلیلی اگر نگاه بکنیم، طبعاً روس‌ها و بعض از متحدینشون در متحدین روسیه در صدد رقابت‌های نظامی و همچنان اعمال نفوذ در بعض منطقه هستند. چین به عنوان قدرت بزرگتری در این سازمان بیشتر طرفدار حل مشکلات امنیتی از طریق سرمایه‌گذاری‌های تجارتی و از طریق اتخاذ یک رویکرد سیاسی به قضیه اقتصادی به قضیه است. این اختلاف در رویکرد را هم اونجا میتونیم که ببینیم، ولی در مجموع شما شاهد ایزی هستین که چینایی‌ها در افغانستان سرمایه گذاری کردن، در پاکستان سرمایه گذاری هایی دارن، در امی اواخر شاهده برگزاری نشست کشورهای قلب آسیا بودیم که برای همگرایی منطقه‌ای و رشد اقتصادی تاکید شد و بر اصلی که افغانستان به عنوان یک مرکز ترانزیت و مرکز همکاری های اقتصادی عمل بکنه. اخیراً هم اون قرارداد تپی بعد از سالهای بسیار طولانی برای انتقال گاز بین افغانستان، پاکستان، هند و ترکمنستان امضا شد. اینا همگیش بستگی داره به امنیت و ثبات در افغانستان. چشم‌انداز دراز مدت سازمان شانگهای و همچنان توقع افغانستان مبارزه با مشکلاتی است که حکومت افغانستان در همین لحظه حساس تاریخی با او روبروست تا زمینه‌های رشد اقتصادی و در عین زمان امنیت و استقرار در منطقه برابر و مساعد شوا و کشورها بتانند که به اهداف دراز مدتی که در برنامه‌های سازمان هم پیش بینی شده دست پیدا بکنند. برخی هستند که حضور دکتر عبدالله عبدالله را در این نشست خیلی با ضربین در واقع با دقت هرچه تمام می‌بینم. اگر شما بیشتر از این اشاره کردند نشست‌هایش در حاشیه نشست شانگهای، میشه بگویید که آیا رئیس اجرایی کدام گپ مشخص یا خاص مشخص از کدام کشور مشخص عضو شانگهای داره یا خیر؟ در نشست‌های دو جانبه با نخست وزیرای کشورها و همچنان با رؤسای هیئت‌ها طبیعتاً دیدگاه‌ها و خواست‌های مشخص افغانستان برای همکاری، برای مبارزه با تروریسم، برای کمک به استقرار و ثبات در افغانستان مطرح خواهد شد. هر یک از کشورها نگرانی‌های خاص خود را دارند و دیدگاه‌های خاص خود را دارند. بحث مذاکرات صلح هم یکی از قضایایی است که در این مذاکرات مطرح خواهد شد. بیشتر با چینی‌ها یا با تمام کشورهایی که در این جلسه اشتراک دارن، استقرار صلح و ثبات در افغانستان یک بحث هست که همیشه مورد توجه از اونا بوده، ولی رئیس اجرایی همیشه بر یک صلح عادلانه و یک صلح دوامدار و با ثبات در افغانستان تاکید کرده. هنوز هم باور ما است که تروریست‌ها در پاکستان مورد حمایت قرار می‌گیرن. دولت افغانستان و حکومت وحدت ملی بر رغم تلاش‌های پیگیری که داشت تا هنوز پاسخ لازم را و همکاری لازم را از طرف پاکستان ها نداشته. یک فرصت هست که دیدگاه افغانستان باید اونجا بیشتر مطرح شود و تقاضا یا فشار لازم برای پاکستان اعمال شود تا در این عرصه همکاری بیشتری بکنند. بحث همکاری های اقتصادی، طبیعتاً سرمایه گذاری در افغانستان و اجازه ندادن به یک خلایی در این شرایط فعلی در افغانستان که باعث هرج و مرج و باعث رشد بنیادگرایی و تروریسم با افراطیت و جدایی طلبی شود، طبیعتاً قضیه است که در این نشست مطرح خواهد شد. برای چینایی‌ها همونطوری که شما اشاره کردین، جدایی طلبایی که در چین فعالیت میکنن و فعلا هم در شمال افغانستان و در بعض مناطق حضور دارن، یک بحث بسیار جدی است و چینایی‌ها همیشه تلاش دارن که حکومت افغانستان در این عرصه همکاری جدی بکنه و حکومت هم در این عرصه همکاری جدی خود داشته، اما دید ما وسیع‌تر از این مبارزه باید با تروریسم در یک مقیاس بزرگتری در نظر گرفته شد. اگر بخوایم جمعش بکنیم، در کل حکومت افغانستان به ویژه رئیس اجراییه انتظارش از برایند نشست شانگهای مرتبط با مسئله افغانستان چی است؟ افغانستان تا هنوز با شانگهای یک سازمان شانگهای یک قرارداد مبارزه با تروریسم را امضا کرده و هنوز هم در تلاش است که باید عضویت دائمی سازمان را به دست بیاره و با توجه به امتیازات و همچنان فرصت‌هایی را که عضویت فراهم میکنه. توقع ما البته توقع به جا هم هست و انشاءالله که چنین خواهد شد، ایسته که کشورهایی که عضو هستن از دیدگاه افغانستان، از چشمانداز افغانستان، از سیاست های حکومت وحدت ملی حمایت خود اعلان بکنن و حکومت افغانستان را در امر مبارزه با اون سه پدیده شومی که به عنوان یک اصل سازمان شانگهای را
متحد نگاه کرده با افراطیت، با تروریسم و با جدایی طلبی افغانستان را کمک بکنن، تا تهدیدهایی که از این منطقه متوجه صلح و ثبات منطقه است از بین بره و همچنان زمینه یک همکاری مشترک بین افغانستان و کشورهای منطقه فراهم شود و در عین زمان افغانستان به یک منطقه رقابت بین شرق و غرب بار دیگه تبدیل نشود. این نقطه است که حکومت جدا تلاش میکنه تا جلو وزیری بگیره. طبیعتا حوادثی که در عراق اتفاق میفته، در سوریه اتفاق میفته و حوادثی که بین ترکیه و روسیه شکل گرفت، اینها یک صفبندی های ایجاد کرده. ما در تلاش هستیم که افغانستان بار دیگه قربانی بازی ها نشود و به عنوان یک منطقه همکاری بین کشورها عمل بکنه. سپاسگزارم آقای دکتر از زوردان.